با کاهش نیروهای آمریکایی در افغانستان، آگاهان میگویند این اقدام آمریکا باعث تقویت روحیه طالبان شده و آنها را برای ادامه جنگ و ناامنی در افغانستان تشویق میکند. آمریکایی ها روز گذشته اعلام کردند که شمار سربازان این کشور در افغانستان را به 2500 نفر کاهش دادند. از سوی هم شماری از اعضای مجلس مذاکرات صلح با طالبان را به نتیجه خوانده و میگویند که هر دو جانب اراده ای برای به نتیجه رسیدن این روند ندارند. کاهش نیروهای آمریکایی در افغانستان تا سقف 2500 سرباز، شماری که قرار است بعد از چند ماه دیگر به صفر برسند. سربازان که با شعار مبارزه با تروریسم و قاچاق مواد مخدر وارد افغانستان شده بودند، حالا در زمان کشور را ترک می کنند که جنگ همچنان شعله‌ور است و بازار مواد مخدر گرم. با این تفاوت که این بار تفنگ طالبان تنها نیروهای امنیتی افغانستان را نشانه می‌گیرند و سربازان خارجی در امانند. خروج نیروهای آمریکایی از خاک افغانستان بر اساس منافع ایالات متحده آمریکا صورت گرفته. ایالات متحده آمریکا هر زمانی که منافع اینها به دنبال تامین منافع خود باشد، از هر طریقی که امکان داشته باشد و به دنبال تامین منافع ایالات متحده آمریکا است. با این حال مذاکرات صلح قطر نیز کند و بیرمق ادامه دارد. نشستی که هر دو جانب مذاکره کننده باورمند به نتیجه آن نیستند، البته به باور نمایندگان مجلس. قصدن وقت کشی صورت میگرد تا ای که حکومت ترامپ وقت امیادش تمام شد و حکومت بایدن سرکار شد. بعد منتظر از هر دو تیم که سیاست بایدن در ارتباط پروسه اتصال و امنیت در افغانستان آیا تغییر میکنه یا دوام پروسه است که ترامپ رو پیش گرفته؟ در حالی که طالبان خو هیچ علاقه ای به سال ندارن، طالبان این علاقه را دارن که یک روزی را برسه که در کابل به زور مثل که مجاهدین آمدن گرفتن افغانستان را بگیرن و به پاکستان بگوین که شما که از ما حمایت کردین ما فاتحانه داخل کابل شدیم. این جنگ طلبی یک طرف قضیه است. طالبانی که حالا خواب ورود فاتحانه به کابل را میبینن. طرف دیگر اردوگاه حکومت است، جبهه‌ای که به باور منتقدین اختلاف نظرها در آن غوغا کرده و برندگی شمشیر هیئت مذاکره کننده صلح در مقابل طالبان را کن. آماده شویم تا در چارچوب مشارکت سیاسی و مدیریتی با کسانی که سالها با آنها جنگیده ایم کار نماییم. تنها به قدرت خود فکر کردن و با حرف‌های نفرت و تعصب هر کس را حذف کردن، نه در جنگ پیروز می شویم و نه هم صلح با عزت تامین می شود. دیدگاه منتقدین سیاست جاری در مذاکرات صلح چنین است: اختلافات را کنار بگذارید، مصالح ملی را اولویت دهید و با یک استراتژی واحد و منظم و پیکار دیپلماتیک با طالبان در قطر وارد شوید. در غیر آن کلاهتان پس معرکه خواهد بود. برای بحث بیشتر در این مورد گفتگویی داشتم با استاد مسعود، استاد دانشگاه، با طرح این سوال که امریکا میزان حضور نظامیانش در افغانستان را به 2500 نفر کاهش داد. تاثیرات این کاهش در کوتاه مدت و دراز مدت برای افغانستان چی هست؟ خدمت شما عرض شد که خوبی کاهش نیروهای نظامی امریکا در افغانستان به اساس توافقنامه ای که بین طلبا و امریکا امضا شده در قصد صورت میگیره. خوبی یک چیز واضح است که تاثیرات تاندوزی منفی بالای جنگ، بالای فشار، بالای قوتهای نظامی خواهد آورد، ولی معنایی را نداره که در حقیقت ما بریم به صورت یک مزمن شدن و به صورت مزمن شدن سیستم. من فکر میکنم که از لحاظ باورها که بالای دولت و فوق‌العاده زیاد خواهد شد و مردم به حقیقت بالای اردوی افغانستان و بالای قوای مسلح افغانستان باور خواهد کردن و تجربه نشان داده که اردوی افغانستان در صورتی که مستقل بجنگه بسیار مورد حمایت مردم قرار میگیره تا اینکه غیر مستقل بجنگه و در حقیقت یک نوع زمینه یک کشور خارجی دیگه و یک قوت‌های دیگه باشه. ما در زمان دکتر نجیب چنین تجربه نشان داریم. خوب یکی خوب بوده بد بوده گپ علایده است، ولی بعد از خروج شوروی ها در حقیقت اردوی افغانستان در اون زمان بسیار جلایش خود داشت.
بله. آقای مسعود، حالا این سوال پیش میاد که پیام این کاهش حضور کاخ سفید برای کابل چی هست؟ آیا حمایت آمریکا از افغانستان رو به زوال هست؟ یک نوع عدم تعادل ایجاد خواهد کرد. از این فکر میکنم که بایدامی معضله هندوستان حالا رقمانی دارن که تا دولت افغانستان سپورت کنه از لحاظ نظامی به خاطر تقویه و بهتر شدنش و یا حتی شاید روسیه، شاید هم در مجموع بریکس، یعنی سازمان کلان بریکس که در حقیقت آل خط میتونه نظم امنیتی منطقه را به دوش خود بگیره، این کار انجام خواهد داد. بله. به عنوان سوال آخر بفرمایید که فکر میکنید که با تغییر رئیس جمهوری در آمریکا استراتژی آنها در قبال افغانستان تغییر خواهد کرد یا خیر؟ خوب استراتژی که در ازلم تدی آمریکا هست در درون یک پالیسی 100 ساله است. خود پالیسی 100 ساله قابل تغییر نیست. معنا داره که آمریکا آمده به جنوب آسیا و باید به جنوب آسیا بیاید و باید دروازه شرق میانه را باید دخل پاک کنه، باید آسیای میانه یک کمی انجام بده و باید هم اخلال بکنه کلانترین قدرت اقتصادی دنیا را که چین است و همچنان هندوستان اخلال بکنه. ولی هر رئیس جمهور در درون پالیسی های سسواله خود تک یک استراتژی داره و این استراتژی در درون از این پالیسی های سسواله به تکتیک مبدل میشه و این در حقیقت گام های معین عملی را میبرداره. فعلا تکتیک هایی که شاید بایدن به کار ببره به اساس پالیسی ها به کار میبره 100% مخالف نیست، بلکه مطابق به زمان حرکت میکنه و در حقیقت اون اشتباهاتی که آقای ترامپ گرفت کرده او اول اون اشتباهات را اصلاح بکنه و بعد از اصلاح از او حرکت های دیگر نمیده. ترامپ در مقابل ایران، در مقابل کوریا، در مقابل چین، در مقابل افغانستان، در مقابل اروپا و در مقابل عرب اینا اشتباهات استراتژیک انجام داده و اشتباهات باید گرفته شود. یکی از اون اشتباهات در افغانستان است که خروج به موقع چتاب زده و بسیار سریع و بدون نظر داشت منطقه چنین کار را انجام داده که باید در بیرون شدن نیروهای آمریکایی از افغانستان منطقه بسیار رول داره، مانند ایران، پاکستان، روسیه، چین، هند، باید اینا همشان افوارا ببینن بعد حرکت خود انجام. گفتگویی بود با استاد مسعود، استاد دانشگاه.